سرتیتر خبرهای تازه تحریم های جدید و ضد ایرانی انگلیس به بهانه عملیات وعده صادق دو حمله دوباره آمریکا و انگلیس به خاک یمن و الاخبار فاش کرد نقش آمریکا در ترورهای اسرائیل در بیروت به نام خداوند بخشاینده مهربان تحریم های جدید و ضد ایرانی انگلیس به بهانه عملیات وعده صادق دو نام هفت شرکت و هفت فرد در فهرست تحریم دولت انگلیس به بهانه عملیات وعده صادق دو و در حمایت از رژیم صهیونیستی شماری از مقامات ارشد نظامی و همچنین نهادهای ایرانی را تحریم کرد. لندن امروز دوشنبه هفت شخص و دو نهاد ایرانی را به فهرست های تحریم خود افزود تا اینگونه حمایت خود را از رژیم صهیونیستی به نمایش بگذارد. بر اساس فهرست منتشر شده توسط دولت انگلیس، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، محمد حسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، محمد کازمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی محمد نائینی، معاون روابط عمومی سپاه، حسین پور فرزانه مهندس ارشد دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان و خود این نهاد از سوی لندن تحریم شدند. حبیب سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش و سازمان فضایی ایران هم از سوی دولت لندن در این فهرست گنجانده شدند. پیش از این امروز دوشنبه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تصویب تحریم های جدید علیه ایران بر اساس ادعاهای اثبات نشده در خصوص ارسال مشک های بالستیک از ایران به روسیه موافقت کردند. در بیانیه‌ای که دقایقی پیش روی وبسایت شورای اروپا قرار گرفته تصریح شده، نام هفت شرکت و هفت فرد که در برنامه مشک های بالستیک ایران مشارکت داشتند، در این فهرست تحریمی قرار گرفتند. حمله دوباره آمریکا و انگلیس به خاک یمن منابع یمنی از تجاوز مجدد آمریکا و انگلیس به خاک یمن و هدف قرار گرفتن منطقه ای در استان هدیده خبر دادند بر اساس گزارش شبکه المسیره در تجاوز جدید منطقه اصلیف در استان هدیده دو بار بمباران شد آمریکا و انگلیس از همان زمانی که نیروهای مسلح یمن برای دفاع از مردم مظلوم غزه و در ادامه لبنان عملیات های تاثیرگذار و کوبنده ای را علیه رژیم صهیونیستی و کشتی های مرتبط با این رژیم و یا متعلق به این رژیم در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند آغاز کردند، برخلاف منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در دفاع از این رژیم متجاوز بارها به خاک یمن و زیر ساختهای آن حمله کردند تا مردم و نیروهای مسلح یمن را از ادامه حمایتهای خود از غزه و لبنان باز دارند که در این راه ناکام ماندند. الاخبار فاش کرد نقش آمریکا در ترورهای اسرائیل در بیروت چند منبع امنیتی لبنان فاش کردند که کشورهای غربی و مشخصا آمریکا همکاری تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی در عملیاتهای جاسوسی و تروریستی در لبنان دارند و چند روز قبل پانزده افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به شکل مشکوکی وارد بیروت شدند در شرایطی که آمریکا همچنان با ریاکاری از تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان حمایت می کند و برخلاف ادعاهای خود هیچ اقدامی برای توقف این تجاوزات انجام نداده روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به قلم ابراهیم امین سردبیر این روزنامه به بررسی تحرکات مخرب آمریکا در لبنان همزمان با تجاوزات اسرائیل پرداخته و نوشت سه منبع در سرویس های امنیتی لبنان اعلام کردند که طرفهای غربی به سرکردگی آمریکا تماسهای روزانه فشردهای با همه نیروهای نظامی و امنیتی لبنان آغاز کردند. جاسوسی آمریکا و غرب در لبنان برای سهیونیست ها این منابع به روزنامه الاخبار گفتند که محتوای این تماس بر جمعآوری اطلاعات متمرکز بوده و آمریکا و کشورهای غربی نگران در خطر قرار گرفتن منافع خود در لبنان نیستند بلکه آنچه که برای آنها اهمیت بیشتری دارد دریافت اطلاعات از ارزیابی های رسمی لبنان و اطلاعات آنها درباره وضعیت رهبری حزب الله بعد از ترور شهید سید حسن نصرالله الله دبیر کل حزب الله است در واقع غرب و آمریکا در تلاش برای جمع اطلاعات از تغییرات وضعیت رهبری و ساختار نظامی حزب الله هستند به گفته یکی از این مقامات امنیتی لبنان نکته قابل توجه اینجاست که طرف آمریکایی بیش از دیگر کشورهای غربی علاقه من به دریافت اطلاعات از حزب الله است و میخواهد پاسخ این سوال را پیدا کند که آیا هنوز حزب الله با نیروهای نظامی، امنیتی و اجرایی لبنان ارتباط دارد یا خیر؟ همچنین طرف آمریکایی مکررن سوالاتی درباره جزئیات و محتوای روابط حزب الله با نیروهای نظامی و امنیتی لبنان مطرح می کند. اما مأموریت افسران سیا در لبنان چیست؟ مقام امنیتی مذکور لبنان در ادامه به اتفاقی که چند روز پیش رخ داده اشاره و فاش کرد در دهم همین ماه یک تیم امنیتی آمریکایی شامل 15 افسر از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وارد فرودگاه بیروت شدند و با استفاده از یک خودروی زرهی بدون پلاک به دفتر سفارت آمریکا در منطقه رفتند. او توضیح داد که این تیم جاسوسی آمریکا به یک هسته کاری در سفارت این کشور در بیروت ملحق شده که شامل دوازده افسر اصلی در کنار عناصر دیگر است از جمله عناصری که مسئولیت جذب جاسوس و جمعآوری اطلاعات را از طریق ابزارهای فنی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که سفارت آمریکا به شکل رسمی از طرفهای دولتی لبنان به بهانههایی همچون مبارزه با تروریزم مبارزه با مواد مخدر و پولشویی دریافت می کند براهده دارند. یکی دیگر از مقامات امنیتی لبنان در گفتگو با الاخبار درباره پرونده جاسوسی آمریکا در لبنان گفت میزه تیم لبنانی وابسته به اطلاعات آمریکا در دهه اخیر شاهد تغییرات زیادی بوده و ماهیت جلساتی که برگزار می کند کاملا متفاوت از قبل شده است. آخرین تغییر در این زمینه شامل انتصاب یک مدیر جدید برای این میز به نام شری بیکر است که قبلا در جلسات با مقامات امنیتی لبنان شرکت کرده بود. مقام مذکور تاکید کرد که از پنج سفر کاری افسران لبنانی از سطوح مختلف به آمریکا خبر دارد و این افسران نشست هایی با مسئولان اطلاعاتی آمریکا در مقر اصلی سیا برگزار کردهاند. اما عامل خطرناک جدید همان چیزی است که از کار گروه های اطلاعاتی آمریکا در لبنان فاش شده اما عامل خطرناک جدید همان چیزی است که از کار های اطلاعاتی آمریکا در لبنان فاش شده چند روز قبل اتفاق عجیبی در این کشور رخ داد و یکی از این سه مقام امنیتی لبنان گزارش دادند که حزب الله چند روز قبل از حاج وفیق صفا به عنوان رئیس کمیته ارتباط و هماهنگی با نیروهای نظامی و امنیتی لبنان خواست با شماری از مقامات این سرویس ها ارتباط داشته باشد تا امور مربوط به جنگ را بررسی کنند. متشکرم و ممنون از نگاهتان. خدا نگهدار.